رحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثي درباري خطبية معروف وفرمايش الصديقة الكبرى حضرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كمشهورة بخطبية فدكية هست. ان شاء الله بتوانیم این خطبه را کم کم به عرض بینندگان عزیز برسونیم و مختصری در اون زمینه شرح عبارت داشته باشیم. قبل از اینکه وارد این خطبه بسیار بسیار بلیغ و با عظمت از لحاظ الفاظ و از لحاظ معانی و از لحاظ مغزا و محتوا که کافی است برای عظمت این خطبه که خیلی ها از مخالفین با توجه به این خطبه با عظمت اینا دست از خلافشون برداشتن و محب و مود و شیعه حضرت شدن. یعنی در واقع این خطبه اگر ما بتوانیم اون را در جامعه خودمون پیاده کنیم و آشنا بشیم، هر کسی با اندازه‌ای که میتونه در محیط خانواده، در محیط جامعه‌ای که انسان درش هست، اگر بتوانیم این خطبه را مطرح کنیم به صورتی که واقعا جامعه ما آشنا بشن با این خطبه و فرمایشات حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، خیلی وضع زندگیمون از این که الان هست بهتر میشد و بهتر خواهد بود. لذا این خطبه کریمه سفارش شده از اهل بیت عصمت و طهارت که اینها عباراتش و جمله‌هاش و کل خطبهش بتوانیم اولاد خود را، فرزندان خود را با اون آشنا کنیم و حتی حفظ کنند. سفارش شده که این خطبه بلیغه و پرمحتوا را به فرزندانمون تعلیم کنیم، بیاموزیم، بگیم اونا را حفظ کنند. چطور مثلا بعضی سوره های قرآن، بعضی از عقاید و فروع دین، مثلا اصول دین، فروع دین، معمولا خانواده ها اونهایی که ملتزم هستن فرزندانشون را یاد میدن. اصول دین 5 تاست، فروع دین 10 تاست، امامان ما 12 تا هستن، اسماشون رو میگیم یاد بگیرن. همچنین سفارش شده این خطبه را به فرزندانمون تعلیم کنیم، یاد بدیم. این خودش نشانه اهمیتشه و حتی بعضی از علما واجب کردن این خطبه را حفظ کنه از لحاظ اهمیتی که این خطبه داره. البته مشهور اینه که مستحب هست و بعضی از علما اینها این خطبه را حفظن و حتی وقتی میرن برای زیارت یکی از معصومین، مثلا به جای اینکه زیارت بخونه خطبه حضرت زهرا را، خطبه معروف فدکیه را به جای زیارت در حرم یکی از معصومین که مشرف به زیارتشون میشه
این خطبه را میخونه و به همون اکتفا میکنه و حاجت روا بر میگرده، حاجتش را میگیره. یعنی اینقدر این خطبه نزد خدا و اهل بیت محبوب هست که وسیله برآورده شدن حاجات میشه. این خطبه اینقدر از لحاظ بلاغت و فصاحت و زیبایی تعبیر زیباست که اگر کسی یه مقداری با زبان عربی، ادبیات عرب آشنا باشه، اصلا لذت میبره وقتی که اون را میخونه. اون جایی که فصاحت و بلاغت حضرت را میبینه لذت میبره، اون جایی هم که اون گوش زدی که حضرت به جهان و جهانیان میکنن در اون و عاقبت سقیفه و غیر سقیفه را نشون میدن، عاقبت و آینده تلخی که دنیا با اون روبرو میشه، انسان با اون که میرسه باز احساس اندوه و غم و ناراحتی میکنه و یه مقداری احساس و درک میکنه اون شور و اون دلهوره و اون احساس مسئولیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها میکردن و این خطبه را خوندن. این خطبه همینطور که عرض شد خیلی را از خلاف و از اینکه غیر شیعه بودن نجات داده و شیعه شدن. نقل میشه یکی از نمونه هاش اینکه یه آقای مخالفی که در کشورهایی که معمولا شیعه کم هست اونجا بیشتری اهل خلافن، این خطبه حضرت زهرا را به دست میاره و میخونه و شیعه میشه. خانومش هم اهل خلاف بوده ولی چیزی به خانوم نمیگه. این خطبه در کتابخونه که تو خونه داشتن این وجود داشته. یه روز خانوم اون آقا میاد و اتفاقا این کتاب ور میداره و خطبه حضرت زهرا را میبینه و میخونه و چون با عربی آشنا بودن، زبانشون عربی بوده، کشورهای عربی بوده، خیلی از این خطبه منفعل میشه و بی اختیار اشکش جاری میشه و گریه میکنه. شوهر که میاد میبینه خانم ناراحت، گریه میکنه، چه خیرته؟ میگه این خطبه حضرت زهرا را شما خوندید، دیدید؟ میگه بله خوندم و به جهت اون من شیعه شدم. او میگه پس چرا به من ظلم کردی و به من نگفتی؟ من امروز این خطبه را دیدم و من را منقلب کرده، پس تو شاهد باش که من هم شیعه هستم و شیعه شدم. بنابراین این خطبه بسیار مهمه، لذا سفارش شده که اون را خودمون در ذهنمون داشته باشیم و به فرزندانمون بگیم، تشویق کنیم اون را حفظ کنن که انشاءالله سرمشق زندگی باشه و زندگیمون بهتر از این باشه، خوشبخت باشیم، سعادتمند باشیم، چون فرمایشات اهل بیت نور و راه گشاست. امیدواریم انشاءالله در حلقه ها و جلسه های بعدی به اصل خطبه بپردازیم و در این زمینه انشاءالله با شما گفتگو داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.